به نام حق و حقیقت، درود بر شما حق جویان گرامی. در این قسمت و چند قسمت آینده قصد دارم که راجع به مدل‌های کیهان‌شناسی در طول تاریخ با همدیگه صحبت بکنیم. منظور از مدل کیهان‌شناسی اینه که افراد در زمان‌های مختلف چه تصور و بینشی راجع به ساختار جهان هستی داشتند، یعنی زمین رو چگونه تصور می‌کردند، ستارگان رو چگونه تصور می‌کردند، سیارات رو به چه شکلی تصور می‌کردند، آسمان یا آسمان‌ها رو چگونه تصور می‌کردند، ارتباط این اجزا با هم رو به چه شکل می‌دانستند و نظریاتی که برای پیدایش جهان هستی داشتند، نظریاتی که برای تغییرات جهان هستی داشتند، اینها رو ما می‌خوایم همه رو با هم دیگه بحث و بررسی بکنیم. بحثمون بیشتر یک بحث تاریخی هست و سعی میکنیم از منابع موثق و علمی این کار رو با همدیگه انجام بدیم. در زمانهای قدیم ما علمی به نام علم نجوم هم داشتیم که با علم نجوم امروز اندکی تفاوت هم داشت. یعنی درسته که توی اون یه اشاراتی به حرکت سیارات، نامگذاری ستارگان و صورتهای فلکی و موقعیت قرارگیری اونها نسبت به همدیگه میشد، اما هدف از این کار بیشتر به نوعی طالع بینی بوده. یعنی میخواستن که با نحوه قرار گرفتن ستارگان و موضعهای اونها نسبت به همدیگه رفتار خودشون رو بسنجن که آیا کاری که ما داریم انجام میدیم کار خوبی است، کار بدی است، طالع ما طالع سعدی است یا طالع نحسی است، و به نوعی به جای تفکر یا به جای مشورت در کارها نوعی حالت شیریاخت یا به نوعی حالت استخاره همچین چیزی داشته که مثلا معمولا هم سلاطین از این نعمت برخوردار بودن که تعداد منجم در اختیار داشتن و اونها براشون پیشگویی های را انجام میدادن با استفاده از اوضاع ستارگان و میگفتن که این کار خوب است انجام بده، این کار بد انجام نده، تا احتمال موفقیت رو در کارهاش بالاتر ببرن. البته ما در دین اسلام هم اشاراتی به این نجوم یا طالع‌بینی داریم. یعنی در روایت‌ها و احکام اسلامی هم نفوذ باورهای به طالع‌بینی ستاره‌ای رو داریم. مثل اینکه مثلا میگن زمانی که ماه در برج عقرب قرار گرفت که بهش حالا به اسلام میگن قمر در عقرب، میگن که شما در اون زمان رابطه جنسی انجام ندید چون احتمالاً فرزند خوبی از آب در نمیاد. و خب این یک نمونه از طالع بینی یا علم نجوم قدیم هست که ما میبینیم که به احکام دینی هم نفوذ پیدا کرده. اما ما فعلا با علم نجوم، حالا چه نجوم قدیم چه نجوم جدید، فعلا کاری نداریم و فقط میخوایم بحث کیهان شناسی رو با هم دیگه پیگیری بکنیم. خب طبیعتا انسان‌های زمان گذشته تا قبل از اینکه تکنولوژی به این حد برسه زمان بیشتری داشتن که با جهان هستی، با ستاره‌ها، با آسمان شب در ارتباط باشن. هوا پاک‌تر بود، این سطح از آلودگی نوری، این سطح از آلودگی هوا وجود نداشت، ستاره‌های بسیار زیادی در آسمان شب دیده می‌شد و افراد دغدغه‌های کاری کمتری داشتند، دغدغه‌های زندگی روزمره کمتری داشتند و به محیط پیرامون خودشون توجه بیشتری می‌کردند. یعنی به جهان هستی و به خصوص به آسمان، به آسمان شب بیشتر نگاه می‌کردند و از همون زمان‌های بسیار قدیم، حتی قبل از اینکه کتابت ابداع بشه، اینها با ستاره‌ها مأنوس بودند. یعنی ستاره‌ها رو می‌شناختند. حالا برای بعضی‌هاش اسم می‌گذاشتن، اون تعدادش که نزدیک به هم دیگه بودن، حرکت‌های اونها رو بررسی می‌کردند. یعنی می‌دیدن که اینها حرکت می‌کنند. در این سطح اونها دانشی از جهان هستی داشتن و زمین رو هم می‌شناختن در اون حدی که محیط پیرامون خودشون بود و در اون حدی که در طول عمرشون حرکت کرده بودن، مهاجرت‌هایی که داشتن، منابع آب رو معمولاً اینها می‌شناختن، منابع آب موقت، منابع آب دائمی، انواع آب‌های شور و شیرین رو برای اینکه نیازشون رو برآورده می‌کرد اینها قطعاً می‌شناختن. انسان‌هایی که کشاورزی می‌کردن اینها نیاز به آب شیرین داشتن و بعضی از انسان‌ها حالا با رشد ابزار ها حفر چاه میکردن و آب شیرین رو از چاه استخراج میکردن از سفره آب زیرزمینی. با گیاهان ارتباط داشتن، انواع مختلف گیاهان رو میشناختن، درخت ها رو میشناختن، میوه ها رو میشناختن و میشه گفتش که درک جزئی و مختصری هم از سنگ ها، از لایه های مختلف خاک داشتن. حیوانات مختلفی رو که باهاش سر کار داشتن، باهاش مواجه میشدن، به خوبی میشناختن. اون چه حیواناتی که بهشون آسیب میرسون مثل انواع درندگان و چه حیواناتی که اینها ازشون بهره برداری میکردن، حالا اگر گاوی، گوسفندی، اسبی چیزی بوده اون زمان. نهایت درکی که انسانهای قدیم از جهان هستی داشتن همین بوده و با توجه وقت زیادی که داشتن اینها دور هم میشستن شبها معمولا کنار آتش و افسانه به هم دیگه تعریف میکردن و وقت خودشون رو اینگونه سپری میکردن. قطعا انسان ذهن بسیار فعال و پرسشگری داره.
داره و با توجه به اینکه ابزار علمی در اون زمان برآورنده نیازهای پرسشگری انسان اون موقع نبوده، مجبور بودن که سوالات خودشون رو با فرضیه ها یا افسانه ها یا خیال پردازی ها پاسخ بدن. خب اینم طبیعی است. مثلا اونها میپرسیدن که این زمین چطور روی آب شناور هست؟ چرا چنین تصوری میکردن؟ به خاطر اینکه میرفتن به هر سمتی که میرفتن پس از چندین ماه راهپیمایی به آب میرسیدن و احساس میکردن که دور تا دور زمین پر از آب هست و از طرف دیگه وقتی چاه میکندن به آب میرسیدن احساس میکردن که زیر زمین هم آب هست و از اونجایی که شعاع کره زمین بسیار زیاده انحنای زمین رو متوجه نمیشدن و تصور میکردن که زمین صاف هست و محتمل ترین فرضیه‌ای که میتونستن داشته باشن اینه که زمین روی آب شناور هست و این سوال رو میپرسیدن. گفتم ما یه سنگی رو که روی آب قرار میدیم، این سنگ میره داخل آب، چطور زمینی که انقدر سنگ توش هست، انقدر خاک هست، انقدر انسان روش هست، این روی آب شناور مونده؟ خب اینها فرضیات مختلفی رو مطرح میکردن. بعضیاشون میگفتن که مثلا زمین روی پشت یک نهنگ هست، بعضی‌ها میگفتن زمین رو پشت یک لاک‌پشت بسیار عظیم الجثه قرار داره که اون داره روی آب شنا میکنه، و همینطور بعضی‌ها یک خدایی رو تصور میکردن حالا به نام اطلس که این زمین رو داره بر دوش میکشه. حالا این تصویری که از اطلس امروز هست که یک کره‌ای رو بر دوش گرفته این قطعا صحیح نیست، چون تصور به دوش کشیدن زمین با زمین تخت شناور روی آب سازگاری داره. زمین کروی به دوش کشیدن احتیاجی نداره. اون اطلس زمین تخت رو روی دوش خودش نگه می‌داشته که این داخل آب غرق نشه زمین، و یک حمل کننده ای رو اینها تصور میکنن. ما تمام اینها رو با مدل کیهانشناسی حالا به اصطلاح مثلا لاک پشت اسم گذاری میکنیم، ولی تمامش در یک ویژگی مشترک بودن. ویژگی مشترکش اینه که اینها تصور میکردن که زمین رو یک موجودی داره حمل میکنه. پس مدل اولی که راجع به کیهانشناسی مطرح میشه، البته بعد از زمانی که اصلا ما مدل کیهانشناسی داشتیم، شاید قبل از اون تاریخی بوده که مردم هیچ سوالی راجع به جهان هستی نداشتن و فقط زنده بودن و زندگی میکردن، همونطوری که شاید میمون ها اصلا این سوال براشون نباشه که زمین چیست و زمان چیست و ستاره ها چیست و ماه چیست، خورشید چیست و زمین ثابته یا میچرخه. اینها برای یک میمون شاید خیلی مهم نباشه، و زمانی بوده که بالاخره این سوالات برای انسان مطرح شده. ما از اون زمان به بعد رو کار داریم. شاید اولین و بدوی ترین مدلی که راجع به کیهانشناسی مطرح شده در طول تاریخ مدل حمل کننده ها بوده. حالا ما اسمش رو مدل لاک پشت میذاریم مثلا یا مدل هوت میذاریم، اسمش مهم نیست، مدل حمل کننده. یعنی اینها تصور میکردن که زمین رو چیزی داره حمل میکنه. این مدل در منابع دینی اسلامی هم به وفور یافت میشه، یعنی در روایاتی که از امام صادق، از حضرت علی و از دیگر امامان و در کتاب های اسلامی نقل شده، ما چه در منابع اهل سنت چه در منابع شیعه ما از این دست روایت ها داریم، و توی هر کدوم از روایت ها هم زمین رو روی چیزی تصور میکنن. مثلا روایتی که از امام صادق هست اینگونه بیان میکنه که این روایت ها رو ما بعداً به صورت مفصل با هم دیگه بحث و بررسی میکنیم، الان فعلا اشاره میخوام بکنم. از امام صادق روایت هستش که زمین روی پشت ماهی است، یعنی یک ماهی نهنگ بزرگ در زمین رو حمل میکنه، و ماهی توی آب و آب روی یک صخره است، و صخره روی شاخ گاوی است، و اون گاو هم روی خاک نرمی است، و زیر اون خاک نرم کسی نمیدونه روی چیست. باز در روایت داریم از حضرت علی که زمین روی پشت یک خروس است، یا در روایت داریم زمین روی شانه های یک فرشته است، اون فرشته پاهاش روی شاخ گاوه، و داریم که زمین روی یک صخره است، صخره توی دست یک فرشته است، فرشته روی پشت یک ماهی است، ماهی هم توی آب، آب هم روی باد، باد هم روی هواست، هوا هم روی قدرت قرار گرفته. و حالا زیادن از این دست روایت ها، و حالا غیر از روایت های دینی اسناد تاریخی هم وجود داره، افسانه های تاریخی هم وجود داره، منابع انجیل و عهدین در مورد حمل شدگی زمین وجود دارن، منابع بابلی وجود داره، افسانه های مصری و یونانی وجود داره. اینها همه بر این دلالت میکنه که زمین رو چیزی داره حمل میکنه. حالا اینکه اون چیزی که داره حمل میکنه چیست و خودش روی چی قرار گرفته اون حمل کننده و اون چیز دوم باز روی چی قرار گرفته، خب اینها متفاوت هست و شاید یک زمان اینها مرزهای علم و دانش بوده و میشستن ساعت ها با هم دیگه بحث میکردن که حالا چی روی چی قرار داره. خیلی هم نمیشه بر گذشتگان خورده گرفت، بالاخره خب ابزار علمی که اون موقع بوده در این حد بیشتر برای اونها جوابگو نبوده، مجبور بودن یک سری فرضیاتی رو از خودشون تصور بکنن. چیزی که عجیب هست اینه که امروزه کسی بیاد و بخواد این مطالب رو مطالب حق جلوه بده. این شاید امروزه عجیب باشه، ولی در گذشته این مطالب خیلی بدی نبوده. البته این روایت ها هم بعضی ها از علمای اسلامی سعی میکنن که اینها رو همه رو باطل جلوه بدن. این گونه نیست واقعا، روایت ها روایت درستی، سندش سند صحیحی است. خود علمای
حدیثی ما مثل علامه مجلسی اینها رو حدیث صحیح میدانند، یعنی میگن این حدیث ها حدیث صحیح هست و در اینکه اینها این مطالب منسوب به امامان هست شکی نیست. و دو دسته میشوند، بعضیا میگن که علم امامان علم غیب بوده، علم لدنی بوده، اونها بر همه چیز آگاهی داشتن، و یا دسته اول میگن که اینها داشتن با مردم هم عصر خودشون به یک زبانی صحبت میکردن که ملامت نشن. یعنی اگه امام موقع میگفته که زمین کروی است و در فضا داره به دور خورشید میچرخه، مردم مسخره میکردن و باور نمیکردن و مجبور بوده یه چیزی بگه که مردم باور بکنن. حالا اینها بحثای اصولی داره، بحث فقهی داره، اینکه آیا امام میتونه مطلب اشتباهی رو بیان بکنه به خاطر اینکه مسخره نشه. و عده دیگه میگن که نه، امام منظورش استعاره های لطیفی بوده که اینها رو میان شرح و توضیح میدن. و حالا من شاید دو سه مورد از این تفسیرهایی که از این روایت میکنن رو برای شما بیان بکنم. بعضیش انصافا تفسیرهای زیبایی هم هست، یعنی مطالب بسیار زیبایی رو از همین روایت ها اینا استخراج میکنن و میگن اصلا منظور اینه که در ظاهر به نظر میرسه نیست، بلکه یک سری مطالب بسیار عمیقی است که اونها رو داشته امام بیان میکرده. حالا در عبارتی بیان کرده که شاید آیندگان با تفکر و تأمل بتونن به اون مطالب دست پیدا کنن و مردم اون زمان متوجه نمیشدن. بسیار خوب، این مدل اول از مدل های کیهان شناسی که به مدل حمل شدگی یا مدل به اصطلاح لاک پشت یا نهنگ من اسم گذاری میکنم. مدل دوم مدل میخ هست، یعنی توی این مدل زمین رو به همون صورتی که گفتم به صورت یک صفحه شناور روی آب تصور میکردن و زیر زمین رو هم آب تصور میکردن، کنار زمین رو هم آب تصور میکردن، اما زمین رو روی یک موجود زندهی تصور نمیکردن. خب قطعا اونها موجود زنده رو نزدیک دیده بودن، مثلا ما گذاشته نهنگ رو که در دریا دیده بودن یه موجود 30-40 متری بوده، نمیتونستن تصور کنن نهنگی باشه که هزاران کیلومتر این طولش باشه که بتونه زمین رو حمل بکنه، یا بزرگترین لاک پشتی که دیده بودن مثلا 4 متر طولش بوده. تصور اینکه لاک پشتی باشه که کل کره زمین روش باشه یه مقداری براشون سخت بوده. اینها اومدن مدلی رو ابداع کردن به نام مدل میخ و میگفتن که زمین رو با یک سری میخهایی از کف دریا روی آب نگه داشتن، یه چیز حالت ستون مانند شما در نظر بگیرید که این از کف دریا اومده بالا و نوک تیزی داشته این میخا، این زمین رو روی اون میخا کوبیده باشن و این اونجا مونده باشه. و میگفتن این کوههایی که ما میبینیم که نوک تیزی داره و به سمت بالا هست، اینها در واقع نوک همون میخاست. میخای بسیار بلندی رو در نظر بگیرین با قطر بسیار زیاد که اینها قاعدهشون توی کف اقیانوس هست، حالا اون دریای بزرگ و بیکران. اینها مثل یک ستون بسیار عظیم سنگی از کف دریا اومدن بالا و زمین رو شکافتن و زمین انگار به میخ کشیده شده با این کوها، نمیتونه تکون بخوره، نمیتونه توی آب فرو بره و این میخا هستن که زمین رو در این حالت نگه داشتن. باز ردپای این نظریه و این مدل کیهان شناسی رو ما در آیات قرآن و در افسانه ها در قصه های تاریخی میتونیم پیدا بکنیم و رصد بکنیم. البته این مدل ها به این حدی که من گفتم نبوده، یعنی این مدل ها راجع به آسمان هم نظریاتی داشتن و بد نیست اینها رو هم بیان بکنم، چون این دو مدل نظرشون راجع به آسمان به یک شکل هست، هر دو تاشون راجع به اینکه زمین یک سطح شناور روی آب هست مشترک هستن، هر دو تاشون راجع به اینکه دور تا دور زمین آب هست هم مشترک هستن، راجع به جنس آب ها هم با هم دیگه اتفاق نظر دارن. همه تو این دو تا نظر میگن که آب دریای پایین شیرینه. چرا؟ چون اینا وقتی چاه میزدن آب شیرین استخراج میکردن و میگفتن اون دریایی که زیر ماست آب شیرینه، و دریای محیط یا پیرامون اون دریایی که دور تا دور خشکی رو فرا گرفته اون آب شوره، اونم چون میچشیدن و میدیدن که آب شور قابل شرب کشاورزی نیست. و این دو تا دریا، 7 تا دریا هم در روی خود این زمین تصور میکردن که بهش 7 دریا یا سبحت و ابحر نامگذاری میشه، یعنی 7 دریا، مثلا دریای مدیترانه، دریای سیاه، دریای سرخ، دریای خزر و 7 دریا. حالا من نمیدونم اینا رو بعد دونه دونه نقشه های قدیمی رو با هم دیگه بررسی بکنیم که اینا کدوم دریاها رو میگن 7 دریا. بعضی از نقشه ها یک سری دریاهایی رو داره که الان ما هر چی هم میگردیم اونجا دریایی به چشم نمیخوره، مثلا یک دریایی رو در مرکز آفریقا اینها رسم میکردن که امروز من اونجا دریایی رو نمیشناسم. در حال اینها 7 دریا رو تصور میکردن و میگفتن 7 دریا وجود داره داخل این زمین که اونها هم آب شور هست و رودخونه ها رو اینها دریا نمیدونستن. اینو هم بهتون بگم، رودخونه ها رو اینا غیر از دریا، حالا بعضی رودخونه ها خیلی بزرگ بودن مثل رود نیل، مثل رود کارون، اینها رو رودخونه ها رو دریا نمیدونستن چون آبش شیرین بوده. اینها معیارشون برای تشخیص آب قابل شرب بودن و قابل کشاورزی بودن آب بوده. دجله و فرات اینا رودهای بسیار عظیمی بوده زمان گذشته، ولی خب به اونها دریا نمیگفتن. این 7 دریا واقعا حالت دریا داشته برایشون و آب شور بوده. پس تا حالا چند تا دریا رو ما ذکر کردیم؟ یه دریای محیط هست که بهش میگن دریای پیرامون، که بهش میگن بحرالمحیط. یه دریای زیرین هست که آب شیرینه. یه 7 دریا هست که آب شور هست. یه سری رودخونه هایی هستن
که حالا اینا اصلا دریا نمیدونستن، و یک دریای دیگه هم اینها تصور میکردن، این خیلی جالبه، دریای آسمان. اینها به آسمان که نگاه میکردن رنگ آبی میدیدن و تنها چیزی که آبی بود از نظر اینها آب بود. تصور میکردن که یک دریایی در آسمان هست و باران رو هم به اون دریا نسبت میدادن. یعنی میگفتن علت اینکه بعضی وقتا بارون میبارد اینه که اون دریای بالا، حالا اون لایه محافظی که داره، اون یکم سوراخ میشه، آبش میریزه. اینها ابر رو منشأ باران نمیدونستن. این جالبه ها، یعنی درهایی رو برای آسمان تصور میکردن که اگر اون درها باز بشه آب آسمان میریزه پایین. شاید ابرها رو مثلا یک سری مقدماتی برای اینکه در آسمون باز بشه یا رعد و برق رو مثلا صدای باز شدن در آسمون تصور می‌کرد. ما اینها رو در روایت اسلامی هم داریم. اینها رو معمولا کسی نمیگه برای مردم، ولی خب هست در منابع دین اسلام، هست اینکه ابرها چی هستن، چه حرکت میکنن، چرا صدای رعد و برق میاد، اینا همه هست در روایت اسلامی. این مطلب در مورد طوفان نوح هم در قرآن هست که در آسمون باز میشه و اون آبها میریزه پایین، و توی روایت ها تصریح شده، توی منابع دین اسلام هست، توی افسانه های اقوام دیگه هم هست این مطلب که آسمان یک دریاست. و این دریا رو حالا تمام کسانی که آسمان رو تا قرنها بعد از حتی اسلام تصور میکردن، آسمان رو به صورت یک نیم کره تصور میکردن که مثل گنبد روی این زمین رو گرفته. الان شما هم اگه شب به آسمان نگاه بکنید تقریبا این حس بهتون دست میده، یعنی احساس میکنید یک نیم کره کاملا متقارن و با شعاع یک نواخت مثل صف قرار گرفته و نمیتونید بعد و قرب این ستاره ها رو با چشم ببینید، همه رو به یک سطح میبینید، شما همه رو در یک فاصله میبینید. مدل آسمون که به صورت گنبد هست مدل رایج و متداولی بوده و اینها تصور میکردن که بالای اون حالا آسمون شیشه ای شکل مقدار زیادی آب هست. در روایت هم هست که از حضرت علی پرسیدن که این بالاخره آسمون چرا آبی است، و ایشون گفتن به خاطر اینکه آب هست داخل آسمان و دریایی است در آسمون، این آبی به خاطر رنگ آب اون دریاست. و حالا ما کاری نداریم که چقدر بقدر این عقاید اینها آدم کشتن، این فرد آقای علی بن ابی طالب، هر کسی که با عقایدش کوچکترین مخالفتی داشت در یک ثانیه شمشیر میکشید و سرش از بدنش جدا میکرد، اجازه نظر مخالف و پرسشگری را به افراد نمیداد. حالا امروز ما میتونیم این مطالب رو نقد و بررسی بکنیم، یعنی آیا واقعا اینها افرادی بودن که مطالب صحیحی رو بیان میکردن یا مطالبش مطالبی هم ارز مطالب مردمان هم عصر خودشون بوده و بسیاری از محتوایی که اونها بیان میکردن محتوای غلط بوده. اینها در سایر اعتقادی هم میتونه نمود داشته باشه. ما توی این دوره که دوره نقد دین اسلام هست میخواییم که در واقع به این مسئله بپردازیم که اگر اینها نمایندگان خدا روی زمین هستن و خدا کسیست که این جهان رو آفریده، چرا مطالبی رو اشتباه بیان میکردن؟ آیا خدا نمیدونسته که چجوری آفریده این زمین رو؟ یا اینها واقعا فرستاده خدا نبودند؟ یا اینکه نه، هم خدا میدونست هم اینا فرستاده بودند، ولی اینها به خاطر یک سری دلایل دیگری مطلب اشتباهی رو به مردم میگفتن؟ اینا باید بررسی بشه. اما در مجموع اینها آسمان رو معدن آب در نظر می گرفتن و آب آسمان رو هم شیرین می دانستن. چرا؟ چون باران شیرین هست، می گفتن آب آسمان شیرین هست. و بالاخره اینها تصور می کردن که این گنبد یک جایی به این دریای محیط می خوره، یعنی آب آسمان یک جایی با آب دریای محیط برخورد داره. بالاخره پایه های گنبد روی آب دریای محیط رو تصور می کردن و ادعا می کردن که آب این دو تا با هم دیگه قاطی نمیشه، مخلوط نمیشه. چرا؟ چون که باران همیشه شیرین هست و آب دریای محیط همیشه شور هست. یک توجیه برای آیه مرج البحرین یلتقیان این هست، یعنی میگن که دو تا دریا داریم که هیچ وقت اینها با هم دیگه مخلوط نمیشن. این مطلب در آیات متفاوتی از قرآن اومده که توی بعضی جاها صراحت داره میگه آب یکی واقعا شور هست و نمیشه خورد و آب دیگری گوارا و شیرین هست و این دو دریا آبشون با هم دیگه مخلوط نمیشود. یک توجیهش این هستش که اینها محل برخورد دریای آسمان و دریای محیط رو در نظر میگرفتن که بالاخره اینها یک محل برخوردی دارن این دو دریا با هم، ولی هیچ وقت قاطی نمیشه آبش. یک توجیه دیگه اینه که اینها محل برخورد آب دریای زیرین و دریای محیط رو در نظر می‌گرفتن، یعنی می‌گفتن که دریای محیط آب شور هست، دریای زیرین آب شیرین هست، بالاخره اینجا یک جایی توی همون نزدیک ساحل با هم دیگه برخورد دارن، ولی این برخورد باعث نمیشه که شور یا شیرینی اینها با هم دیگه قاطی بشه. و این رو از نعمت‌های الهی می‌دونستن که اگه این کار اتفاق می‌افتاد همه دریاها شور می‌شد و اینا نمی‌تونستن آب شیرین داشته باشن برای خوردن از داخل چاه‌ها. بسیار خوب، این هم مدل آسمان از این دو مدل. اجازه بدید که مدل‌های دیگر رو من در جلسات دیگه برای شما بیان بکنم. اگه ما بخوایم اسناد تاریخی اینها رو بیان بکنیم شاید بس مقاله بسیار مفصلی بشه. اینها رو شرق شناسان، اسلام شناسان و باستان شناسان به صورت بسیار مفصل، شاید بگم هزاران مقاله، کتاب در دانشگاه مختلف دنیا تحقیق کردن. اسناد بسیار زیادی، کتیبه‌های بسیار فراوانی در منطقه بین النهرین در عربستان، به خصوص در دو سه دهه اخیر که کاوش‌های باستان شناسی زیادی توی عربستان
عربستان انجام گرفته، اینها به دست اومده. در مصر، در ایران قدیم، در منطقه هند و چین، اینها اسناد بسیار فراوانی داره. و حالا ما اگه بخوایم اینها رو فقط به صورت گزارش برای شما بیان بکنیم، مطلب زودگذری خواهد بود و الا ما توی این مطلب متوقف خواهیم شد. اگه بخوایم تمام اسناد و رفرنس ها و مراجع رو برای شما بیان کنیم، ما صرفا به یک سری اشاراتی به کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان و یه سری اسناد تاریخی بسیار مختصر که توی مقالات مربوط به شرق شناسی و اسلام شناسی دانشگاه غربی ذکر شده اکتفا خواهیم کرد. دیگه بیشتر از این بحث و بررسی عمیق تر از این رو به عهده خود عزیزان میگذاریم. البته منابعی رو هم خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد. انگیزه که ما از این بحث داریم، انگیزه تاریخ شناسی بحث است. ما میخوایم نقد دین اسلام رو داشته باشیم. حالا اینکه یک زمانی مردمان فلان سرزمین نظرشون راجع به زمین و آسمان این بوده، این خیلی برای ما جذاب نیست و شاید مردم چین هم نظریات عجیب و غریبی راجع به جهان هستی داشته باشن و اونها رو بررسی نمی‌کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اونها در سرنوشت جامعه امروز ما نقشی ندارن. مشکل اینجاست که کسانی امروزه میخوان این مطالب رو حقیقی جلوه بدن. یعنی این مطلب سنگینی برای ما هست. کسانی امروز هستن، حالا من توی مدل‌های کیهان‌شناسی بحث مدل‌های کیهان‌شناسی جدید رو برایشون بیان می‌کنم و اونجا مشاهده می‌کنید که بسیاری از دانشمندان مذهبی در سراسر دنیا، چه در مسیحیت و چه در اسلام، حالا چه اهل سنت چه شیعه، اینها اصرار دارن که بیان بکنه که زمین تخت است واقعا، یا مطالبی از این دست. اصرار دارن که مطالبی رو که در ادیان به صراحت به اونها تصریح شده رو به خاطر حالا اقرازی که دارن، اینها نفعی که از دین میبرن، به خاطر بیزینس چند هزار میلیارد دلاری است دین، به خاطر این اقراز اینها میخوان که دین رو موجه و قابل دفاع جلوه بدن. و کم هم نیستن متاسفانه، یک گفتمان رایج هست. یعنی اگه شما سرچ بکنید زمین تخت در اینترنت، مطالب بسیار زیادی، صفحات بسیار زیادی در وب، انواع شبکه‌های اجتماعی، ادله بسیار فراوانی میاد که ما اگر توفیقی باشه تمام اینها رو با هم دیگه و تک تک ادله هاشون رو با هم دیگه بررسی میکنیم، نقد میکنیم و این نقد رو هم کاملا بدون تعصب انجام میدیم. یعنی واقعا اگر به این نتیجه برسیم که زمین تخت هست، ما هم میپذیریم که زمین تخت است و از باورمون به اینکه زمین کروی است دست میکشیم. امیدوارم که مباحث براتون جذاب و لذت بخش باشه و با همون پشتکاری که تا الان مباحث رو پیگیری کردین، از اینجا بعد هم با همون انرژی و پشتکار مباحث رو ادامه بدین. شاد و سربلند و پیروز باشین. بدرود.